به نام پروردگار کیارش رهبر هستم دکترای مهندسی مکانیک با طراحی توربو ماشین ها با نرم افزار انسیس توربو در خدمتتون هستم این فرادرس از شش درس تشکیل شده که در درس یکم به مقدمه‌ای بر توربو ماشین ها میپردازم توربو ماشین چیست؟ واژه توربو ریشه لاتین داشته و به معنای چرخش یا اسپین میباشد توربو ماشین ماشین مکانیکی دواریه که پروانه اون با یک سیال دائما در حال حرکت به تبادل انرژی میپردازه به عبارت دیگه این تبادل انرژی با سیال یا از طریق جذب انرژی و یا از طریق استخراج انرژی از اون صورت میگیره لازم بدونید که توربو ماشین ها در کارکرد دنیای مدرن ما ضروری هستند به نحوی که زندگی جوامع شهریمون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اونا ارتباط داره به عنوان نمونه توربین های گازی بخار و بادی به صورت قابل توجهی در تولید انرژی الکتریکی برای مصارف شهری و روستایی به کار برده میشن ما از کمپرسورها و فنها به عنوان بخش جدایی ناپذیری از سیستمهای تهویه مطبوعمون نام میبریم و همچنین از پومپ ها برای انتقال آب آشامیدنی به منازل و کارخونه ها من استفاده میکنیم همچنین از موتورهای جد به عنوان نیروی پیشرانش هواپیماهای مسافربری استفاده میکنیم که روزانه میلیونها نفر را در سراسر دنیا جابجا میکنند و تمامی اینها مثالهای ملموسی هستند از توربوماشینها توربو ماشین ها از چه اجزایی تشکیل شدن؟ برای این کار سه توربو ماشین مرسوم شامل توربین جریان محور، کمپرسور گریز از مرکز و پمپ سانتریفیوژ رو در این اسلاید به شما نمایش میدم. این سه توربو ماشین دارای یک جزء مشترک به نام محور دوران یا شفت هستند که اجزای دوار و غیر دوار حول این شفت یا محور دوران قرار گرفتند. توربینهای های جریان محور شامل یک سری از پره یا پروانه های بی حرکت یا ساکن هستند که به اونها نازل یا استاتور گفته میشه و بعد از اون یک سری پره ها یا پروانه های متحرک قرار گرفتن که به اونها روتور گفته میشه نازل و روتور داخل یک پوسته یا هاوزینگ قرار دارند که دور تا دور پره های دوار و غیر دوار رو میپوشونه در کمپرسورهای های گریز از مرکز ابتدا جزء دوار قرار گرفته که به اون ایمپلر گفته میشه که در حقیقت همون روتور هستش ولی واجهی که براش استفاده میشه معمولا ایمپلر هستش و بعد از جزء دوار جزء ساکن قرار گرفته که به اون پخش کننده یا دیفیوزر میگن ولی در عین حال کارکرد پخش کننده یا دیفیوزر همانند نازل هستش و در نهایت پمپ های سانتریفیوژ از جزء دواری تشکیل شدن که به اون رانر میگیم لازمه بدونید که توربو ماشین ها رو معمولاً بر اساس جهت قانون بقای جرم و قواعد کارکردشون به پنج دسته طبقه بندی میکنن دسته اول بر اساس نحوه تبادل انرژی در پروانه دوار و سیال هستش که تورو ماشین ها رو به دو دسته مصرف کننده توان و تولید کننده توان تقسیم میکنه دسته دوم بر اساس مسیر حرکت سیال هستش که تورو ماشین ها رو به سه دسته جریان محور شعاعی و یا مختلف تقسیم میکنه دسته سوم بر اساس نوع سیال کاری هستش که اونها رو به دو دسته تراکم پذیر و تراکم ناپذیر یا به عبارت دیگه Compressible و این تقسیم میکنه دسته چهارم بر اساس تعداد طبقات و یا مرحله ها هستش که توربو ماشین ها رو به توربو ماشین های تک مرحله یا سینگل استیج و چند مرحله یا مالتی استیج تقسیم میکنه و دسته آخر بر اساس میزان تغییرات فشار در پروانه هستش که توربو ماشین ها رو به دو دسته ایمپالس و ریاکشن تقسیم میکنه دستبندی اول بر اساس نحوه تبادل انرژی بین پروانه دوار و سیال هستش که در گروه اول ما توربو ماشین های مصرف کننده توان قرار دارند. به عبارت دیگه انتقال انرژی به سیال صورت میپذیره در این نوع توربو ماشین ها با جذب انرژی یا مصرف توان فشار سیالمون از یک سطح پایین به سطح بالاتر افزایش پیدا میکنه و انرژی از پروانه به سیال انتقال پیدا میکنه کمپرسور ها پمپ ها و فن ها در این گروه قرار دارن به عبارت دیگه با اعمال گشتاور توسط این پلر یا اون جزء دوار ما از یک منبع انرژی خارجی سطح انرژی سیال از یک سطح پایین تر به سطح بالاتری افزایش پیدا میکنه در مقابل تورب ماشین های تولید کننده توان رو داریم که استخراج انرژی از سیال صورت میپذیره یعنی اینکه سیال ما با انرژی بالا وارد جزء دوار تورو ماشین شده که توربین ها در این طبقه بندی قرار میگیرن و با استخراج انرژی از اون و کاهش فشار باعث تولید توان میشه یعنی سیال از یک سطح انرژی بالا وارد تورو ماشینی با هندسه همگرا شده و سیال با انرژی پایین از اون خارج شده و توان تولید میشه دستبندی بعدی بر اساس مسیر حرکت سیال هستش که به سه بخش تقسیم میشه. بخش اول توربو ماشین های جریان محور یا اکسیال هستند. در این توربو ماشین ها مسیر حرکت سیال به صورت کامل یا عمده موازی محور دوران هستش از ورودی تا خروجی. همونطور که میبینید سیال از ورودی تا خروجی بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای در شعاعش از توربو ماشین خارج میشه. دسته بندی دوم تورو ماشین های شعاعی سنتریفیوگال یا رادیال هستند که در این تورو ماشین ها مسیر حرکت جریان از ورودی تا خروجی به صورت کامل یا عمود بر محور دوران ما هستش که با خچین مشکی نمایش داده شده به عبارت دیگه در تور ماشین های جریان محور شعاع ورودی جریان با شعاع خروجی جریان با همدیگه برابر هستند در حالی که در تور ماشین های شعاعی شعاع ورودی و خروجی با همدیگه برابر نیستند و نهایتا توربو ماشین های مختلط یا میکس رو داریم که در اونها در خروجی سیاد به میزان قابل توجهی از اجزای محوری و شعاعی رو دارا می باشد به عبارت دیگر مخلوطی از دو نوع ماشین جریان محور و شعاعی ما هستش دستبندی بعدی بر اساس نوع سیال کاری هستش که توربو ماشین ها را به دو دسته تراکم ناپذیر یا اینکامپرسیبل و تراکم پذیر یا کامپرسیبل تقسیم میکنه. در توربو ماشین های تراکم ناپذیر که عموماً توربین های آبی هستند مثل توربین پلتون، کاپلان و فرانسیس و سیال کاریشون معمولاً آب هستش چگالی گالی به صورت ثابت در نظر گرفته میشه و اثرات تراکم پذیری ناچیز هستند در نقطه مقابل در توربو ماشین های تراکم پذیری یا کامپرسیبل مثل توربو ها که سیال کاری شد معمولا گازهای احتراق و یا هوا هستند اثرات تراکم پذیری و تغییرات چگالی معمولاً ناچیز نیستند و نمیتونیم از اونها صرف نظر بکنیم دسته بندی چهارم بر اساس تعداد طبقات یا مرحله هستش که توربو ماشین ها رو به دو دسته سینگل استیج و مالتی استیج تقسیم میکنه. اگر میزان انتقال انرژی در یک مرحله یا در یک طبقه محدود به قیدهایی همچون سرعت پروانه دوارمون باشه در این صورت کاهش افزایش فشار رو میتونیم نه در یک مرحله بلکه در چند مرحله انجام بدیم. به عنوان نمونه شما توربو ماشین تک مرحله یا سینگل استیج رو میبینید که برای موتور احتراق داخلی طراحی شده و از یک توربین شعاعی تک مرحله ای و یک کمپرسور سانتریفیوژ تک مرحله ای تشکیل شده. در مقابل میتونید یک توربو ماشین چرمرحله ای رو ببینید که توربین بخار جریان محور اتمی با ظرفیت 1500 مگاوات هستش و از تعداد طبقات متعددی برای تولید توان مورد نیاز تشکیل شده. بسته بندی آخر بر اساس میزان تغییرات فشار در پروانه دوار هستش و معمولا توربین ها رو به دو دسته تقسیم میکنه. این دو دسته شامل توربین های ضربه یا این و توربین های واکنشی یا ریاکشن هستند. تفاوت این دو دسته در میزان افت فشار در جزء دوار یا روتور هستش به نحوی که در توربین های ضربه ای تمامی افت فشار استاتیکی همونطور که در این نمودار مشاهده می کنید از نقطه یک تا دو یا به عبارت دیگر در نازل اتفاق می افته و فشار استاتیکی در حالت تئوری در روتور که بین نقاط دو و سه هستش به صورت ثابت قرار بگیره در نقطه مقابل در توربین های واکنشی بست کامل سیال به صورت ترکیبی در نازل و روتور اتفاق میفته به نحوی که بخشی از فشار استاتیکی در نازل افت میکنه و بخشی دیگه از اون در روتور یعنی بخشی بین نقاط یک تا دو که نازل یا استاتور هستش و بخشی دیگه در نقاط دو تا سه یا روتور خالی از لطف نیستش که جزئیات بیشتری شامل نوع سیال کاری، هدف استفاده، انواع و کاربردها در ارتباط با توربو ماشین های تولید کننده و مصرف کننده توان در اختیار مخاطبین قرار بگیره. در این اسلاید من به کمپرسور میپردازم. کمپرسورها معمولا از هوا به عنوان سیال کاری استفاده میکنند و هدفشون افزایش فشار سیال کاری و ایجاد نسبت تراکم هستش. اونا رو میتونیم به سه دسته جریان محور، گریز از مرکز و یا جریان مختلف تقسیم کنیم که در کمپرسورهای جریان محور با اعمال گشتاور توسط این پله که انرژیشو از یه منبع خارجی تعمین میکنه سطح انرژی سیال افزایش پیدا میکنه و به دلیل داشتن یه هندسه واگرا از ورودی تا خروجی سیالمون دچار کاهش سرعت و افزایش فشار میشه تصویر بالا نشانگر یک کمپرسور جریان محور هستش در نقطه مقابل کمپرسورهای گریز از مرکز و یا شعاعی افزایش فشار رو به دلیل تاثیرات نیروی گریز از مرکز و همچنین یک مسیر واگرای پخشگر پایین دست یا به عبارت دیگه داون استریم دیفیوزر اعمال میکنه توی دو تا تصویر پایین شما میتونید کمپرسورهای شعاعی یا گریز از مرکز را مشاهده بکنید در کمپرسورها به صورت کلی ابتدا پره های دوار قرار گرفتن یعنی این ها در مرحله اول با سیال به تبادل انرژی می پردازن و پس از اون دیفیوزر ها های اجزای ساکن قرار گرفتند. نهایتا کاربرد کمپرسورها در توربین های گازی در توربو شارجر ها و در سیستم های تهویه مطبوع هستش دسته دوم توربین ها هستند که در اونها سیال کاری معمولا بخار آب گازهای خروجی از اگزوز مبرد ها و همچنین دیوکسید کربن هستیم. از توربین ها معمولا برای تولید توان استفاده میکنیم و مانند کمپرسور ها به سه دسته جریان محور شعاعی و جریان مختلط تقسیم میشن ولی برخلاف کمپرسور ها در توربینها ها سیال ابتدا وارد جزء غیر دوار یا ساکن میشه که همون نازل یا استاتور هستش و پس از اون وارد روتور میشه در حالی که در کمپرسور ها ابتدا سیال وارد جزء دوار یا ایمپلر میشه و بعد از اون وارد دیفیوزر یا جزء ساکن میشه لازمه بدونید که در توربین ها نازل ابتدا سطح انرژی جنبشی سیال رو افزایش میده و بعد از اون روتور اون انرژی جنبشی رو تبدیل به انرژی مکانیک محور دوران میکنه یا به عبارت دیگه میشه گفت به دلیل داشتن یک هندسه همگرا در توربین ها سیال ما دچار افزایش سرعت و کاهش فشار میشه و همین باعث تولید کار و توان در محور دوران میشه تو تصویر سمت چپ میتونی یک توربین چند مرحله جریان محور رو ببینید که در هر کدوم از مرحله ها شعاع سیال ورودی تغییر قابل ملاحظه ای نمی کنه. در حالی که در تصویر سمت راست که یک توربو شارجر هستش تغییر قابل ملاحظه ای در شعاع ورودی و خروجی سیال داره توربین ها معمولا در توربین های گازی، بخار، بادی و همچنین در توربو شارجر ها استفاده می‌شه. دسته سوم پمپ ها هستند که سیال کاری در اونها آب هستش و هدف افزایش فشار سیال و ایجاد نسبت تراکمه. مانند کمپرسورها و توربین ها پمپ ها هم به سه دسته جریان محور، شعاعی و جریان مختلف تقسیم میشن. تو تصویر بالا سمت چپ شما یک پمپ جریان محور رو میبینید. معمولا پمپ های محوری از یک رانر و یک لوله تشکیل شدن که با رسوندن انرژی جنبشی به سیال در رانر توسط یک الکتروموتور باعث شتاب گرفتنش میشه سپس با وارد شدن اون سیال داخل یک دیفیوزر یا پخش کننده واگرا باعث کاهش سرعت و افزایش فشار میشن معمولا پمپ های جریان محور از یک سری پره های هدایت کننده در ورودی به نام اینلت گاید وینز و همچنین در خروجی به نام اگزیت گاید وینز استفاده میکنن تا بتونن حرکت گردابی سیال رو کنترل بکنن از طرف دیگه در پمپ های شعای یا گریز از مرکز که از دو بخش رانر و ولوت یا حلزونی تشکیل شده به دلیل هندسه واگرا از خروجی این پلر یا همون رانر ما تا محل تخلیه که انتهای ولوت ما هستش فشار سیال افزایش و سرعت اون کاهش پیدا میکنه معمولا از پمپ ها برای روانکاری انتقال آب تبرید و تهویه مطبوع استفاده میکنیم نهایتا فنها رو داریم که در اونا سیال کاری مانند کمپرسورها هوا هستش و هدف اونها فراهم کردن هوا در سرعت بالا و دبی جرمی زیاده فنها معمولا به دو دسته جریان محور یا اکسیال فن و گریز از مرکز یا سنتریفیوگال فن تقسیم میشن که تو تصویر بالا میتونید فنهای جریان محور و تو تصویر پایین فنهای شعایی رو ببینید کاربرد فنها معمولا در خونکاری و سیستم های تهویه مطبوع هستش دونستن محور مختصاتی که بتونیم به راحتی توربو ماشین ها رو توش تحلیل و بررسی کنیم بسیار حائز اهمیته از اونجایی که تو توربو ماشین ها ما هم اجزای ساکن یا استیشنری و هم اجزای دوار یا روتیتینگ داریم که همه اینها حول یک محور قرار گرفتن مطلوب ترین نوع محور مختصات محور مختصات استوانه فرض کنید که ما یک توربو ماشینی داریم که در نمای سبودی به این صورت نمایش داده شده محل اتصال پره ها به محور دوران که به رنگ آبی نمایش داده شده توپیا ها و انتهای پره ها یا دوم اونها پوسته یا شراد گفته میشه که به رنگ قرمز نمایش داده شده سیال از این قسمت وارد ترمو ماشین شده و از قسمت انتهایی خارج میشه جهت محوری در راستای محور دوران قرار گرفته و به اون اکسیال دایرکشن میگیم از طرف دیگه به جهتی که در راستای شعاع دوران قرار گرفته جهت شعاعی یا رادیال دایرکشن میگیم و جهتی که در راستای دوران هستش جهت مماسی یا تانژانشیال گفته میشه نمای روبرو یا اکسیال اگه بخوایم نمایش بدیم به راحتی میتونیم جهت شعایی و جهت مماسی رو بررسی و تحلیل بکنیم همچنین محل اتصال پرها به محور دوران لازم به ذکر هستش که در توربو ماشین ها سرعت رو در هر سه جهت اکسیال یا محوری، ریدیال یا شعاعی و مماسی یا تانژانشیال داره هستش و این سرعت در تمامی جهت ها تغییر میکنه ولی برای ساده سازی و تحلیل توربو ماشین ها ما فرض میکنیم که سرعت سیال در راستای مماسی تغییر نداشته باشه و در این صورت سیال ما در صفحه جریان نیمه متقارن حرکت بکنه توجه بکنید که در این شکل که در نمای جانبی یا ساید ویو گرفته شده سیال از این قسمت وارد و از این قسمت خارج میشه به برایند دو تا سرعتی که در راستای شعاعی و در راستای محوری هستند سرعت مریدیونال یا نصف و نهاری گفته میشه که از طریق جمع برداری میتونیم به اون رو حساب بکنیم ما پس بعدی آشنایی با مثلث های سرعت هستش از اونجایی که ما تو توربو ماشین ها هم اجزای ساکن و هم اجزای دوار داریم از همین رو ارتباط دادن سرعت های نسبی و مطلق در مبدع مختصات ساکن و در مبدع مختصات متحرک بسیار حائز اهمیت هستش با فرض گرفتن اینکه تورو ماشینی داریم که با سرعت دورانی اومگا در حال حرکت هستش میتونیم در هر شعاع دلخواهی سرعت مماسیمون رو محاسبه بکنیم و همچنین سرعت خطی ما در اون نقطه دلخوا و در اون شعاع دلخوا برابر است با حاصل ضرب شعاع مرجع در اومگا حالا برای همچین حالتی ما میتونیم در محور مختصات نصف نهاری و مماسی مثلث سرعتمون رو توسعه بدیم اگر سی نشون دهنده سرعت مطلق و یو نشون دهنده سرعت خطی باشه اون وقت سی که سرعت مطلق هست حاصل جمع برداری سرعت نسبی و سرعت خطی ما به زاویه که سرعت مطلق ما با جهت نسب و نهاری می سازه آلفا و به زاویه که سرعت نسبی ما با جهت نسب و نهاری می سازه بتا می‌گیم. می هر کدوم از سرعت نسبی و مطلقمون رو به مؤلفه هاشون تجزیه بکنیم چه در جهت نسب و نهاری و چه در جهت مماسی با دونستن این اصول کلی به راحتی میتونیم برای هر طور و ماشینی که به عنوان مثال با سرعت دورانی اومگا در حال حرکت هستش مثلث های سرعت رو در ورودی و در خروجی اون توسعه بدیم نهایتا با دونستن چند رابطه ساده مثلثاتی میتونیم ارتباط بین سرعت های مطلق نسبی و همچنین زوایاشون رو به دست بیاریم فهرست علائمی که برای فهم و درک بهتر مطالب ارائه شده در این اسلاید ارائه شده رو میتونید در انتهای اسلاید مشاهده بکنید لازمه که یک سری از قوانین حاکم بر توربو ماشین ها رو شامل قوانین مکانیک سیالاتی و ترمودینامیکی رو به نحوی که مناسب تحلیل توربو ماشین ها باشند برای شما ارائه بدم اولین قانون قانون اول ترمودینامیک هستش فرض کنید که این حجم کنترل یک توربو ماشین هستش که در اون سیال کاری با دبی جرمی امداد از نقطه یک وارد و از نقطه دو از اون خارج میشه انرژی از سیال به پره های توربو ماشین انتقال پیدا کرده و باعث ایجاد یک کاری به نام W.X میشه که ما اون رو به صورت قراردادی مثبت فرض میکنیم از طرف دیگه انتقال حرارت مثبتی با نرخ Q. از محیط اطراف به حجم کنترل ما که همون توربو ماشین اون هستش انتقال پیدا میکنه با در نظر گرفتن این نشانه قراردادی میتونیم اون وقت معادله استدی انرژی اکویشن رو توضیح بدیم این معادله به نحو زیر بست داده شده که در اون H آنتالپی ویژه یک دوم C برابر با انرژی جنبشی بر واحد جرم و GZ هم برابر با انرژی پتانسیل بر واحد جرم هستش. به غیر از توربو ماشین های هیدرولیک که در اونها در حقیقت اختلاف ارتفاع حائز اهمیت هستش ما میتونیم از این جز صرف نظر بکنیم. از طرف دیگه میدونیم که در بیشتر توربو ماشین ها روند جریان به صورتی هستش که انتقال حرارت قابل چشم بوشی بوده و فرایند به صورت آدیاباتی در نظر گرفته میشه از سوی دیگه میتونیم آنتالپی حالت سکون یا استگنیشن آنتالپی رو حاصل جمع یا ترکیب آنتالپی حالت استاتیکی و همراه انرژی جنبشی بدونیم و نهایتا معادله انرژی حالت پایدار رو بازنویسی بکنیم که برای توربو ماشین تولید کننده توان برابر با حاصل ضرب امداد در آنتالپی حالت سکون بین نقطه یک و دو هستش و این توانی هستش که تورو ماشین ما تولید میکنه و برای تورو ماشین مصرف کننده ی توان حاصل ضرب اختلاف آنتالپی حالت سکون بین نقطه دو و نقطه یک در دبی جرمی جریان هست قانون بعدی قانون دوم ترمودینامیک هستش که شما میتونید توضیحات تکمیلی رو در منابعی که در انتهای فصل اومده مطالعه بکنید ما طبق نامساوی کلاسیوس میدونیم که نسبت dq به dt برای یک چرخه بسته همواره کوچکتر از صفر است در حالی که برای یک چرخه برگش یا ریورسیبل dqr به dt همواره مساوی با صفره برای سیستمی با جرم M میتونیم آنتروپی رو برای تغییر حالت محدود و جزئی توسط این دوتا معادله محاسبه بکنیم از طرفی برای یک جریان یک بودی ثابت که داخل یه حجم کنترل همانند اون چیزی که برای قانون اول ترمودینامیک مثال زدم که سیال از نقطه یک به اون وارد و از نقطه دو ازش خارج میشه دو تا معادله بالا رو بازنویسی بکنیم و به این صورت در بیاریم علاوه بر این میتونیم معادله رو از لحاظ تولید آنتروپی به دلیل برگشت ناپذیری مجددا بازنویسی کرده و به این صورت نمایش بدیم توی این معادله با فرض اینکه فرایند آدیاباتیک باشه اون وقت میتونیم نتیجه بگیریم که S2 همواره از S1 بیشتره و اگر در این حال برگشت پذیر یا ریورسیبل هم باشه یعنی دلتا S ایریورسیبل ریورسیبل برابر با صفر باشه اون وقت S1 برابر با S2 خواهد شد اگر چنانچه فرایندی داشته باشیم که هم آدیاباتیک و هم ریورسیبل یا برگشت پذیر باشه به اون فرایند ما فرایند آیزنتروپیک میگیم پس میتونیم نتیجه گیری بکنیم که توربو ماشین ها که معمولا آدیاباتیک یا نزدیک به آدیاباتیک هستن در اون یک تراکم یا انبساط آیزنتروپیک بهترین فرایندی که میتونیم به دست بیاریم یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم که برای ماکسیموم کردن راندمان همیشه کوچک کردن یا کمینه کردن دلتا اس جزو به اهداف اصلی طراحی هر توربو ماشینی هستش. قانون بعدی قانون بقای جرم یا کانتینیویتی هستش که به ما نشون میده دبی جرمی جریان در هر نقطه از مسیر حرکت سیال ثابت هستش. با دونستن مسیر حرکت سیال و سرعت اون و با استفاده از معادلاتی که الان توضیح میدم میتونیم بقای جم رو محاسبه کنیم دی ام برابر است با حاصل ضرب چگالی در سرعت در دی تی در دی ای در کسینوس تتا از طرفی میدونیم برای به دست آوردن سطح مقطع لازم سطح مقطع عمودی بر جریان رو که با دی ای, ای ای نمایش داده شده به دست بیاریم دی ای این مساوی است با دی ای در کسینوس تتا با ترکیب این دو معادله به دی ام مساوی با حاصل ضرب چگالی در سرعت در دی ای این در دی تی میرسیم با تقسیم کردن دو طرف معادله به دی تی میتونیم نرخ تغییرات جریان رو یا به عبارت دیگه نرخ تغییرات دبی جرمی جریان رو به دست بیاریم که مساوی است با حاصل ضرب چگالی در سرعت در سطح مقطع عمود بر جریان حال برای یک ترمو که سیال از نقطه یک وارد و از نقطه دو خارج میشه میتونیم قانون بقای جرم رو به شرح این معادله بنویسیم یکی دیگه از معادلات کاربردی در طراحی ترمو ماشین ها قانون بقای مومنتوم هستش که به وسیله اون میتونیم میزان کار تولیدی یا مصرفی رو بر اساس سرعت به دست بیاریم. برای یک حجم کنترلی که نماینده تورو ماشین ما باشه و با در نظر گرفتن اینکه سیال ما با سرعت ثابت و یک نواخت C1 در شعاع R1 به اون وارد و با سرعت c در شعاع r از اون خارج میشه و با در نظر گرفتن سرعت دورانی اومگا و با در نظر گرفتن اینکه سیستم ما جرم معادل ام خواهد داشت میتونیم جمع برداری گشتاور تمام نیروهای خارجی رو حول یک محور دلخواه که در این تصویر محور AA هستش توسط این دوتا معادله به دست بیاریم که در اون گشتاور حل محور A مساوی است با حاصل ضرب جرم در تغییرات شعا در سرعت مماسی به تغییرات در زمان که با ضرب کردن دو طرف معادله در اومگا میتونیم معادله رو به این صورت بازنویسی بکنیم حالا با در نظر گرفتن قانون اول ترمودینامیک که در های قبل به اون اشاره کردم و همچنین اعمال معادله استدی استیت انرژی کوهیژن میتونیم یکی از مهمترین معادلات مربوط به تورو ماشین ها به نام معادله اولر رو به دست بیاریم که در اون کار تولیدی یا مصرفی به جای اینکه مرتبط با اختلاف آنتالپی باشه به سرعتهای سیال و سرعت پره در حال چرخش ما نسبت داده میشه برای توربو ماشین های مصرف کننده توان مثل پمپ ها، ها و فن ها شکل معادله بدین گونه هست و برای توربو ماشین های تولید کننده توان مثل توربین ها معادله را به این صورت میتونیم بازنویسی بکنیم. از پارامترهای اساسی که برای ارزیابی کارکرد توربو ماشین ها به کار میره راندمانشون هستش راندمان برای توربو ماشین های تولید کننده توان یا توربین ها به صورت آیزنتروپیک و معادل با کار واقعی به کار ایدهال تعریف میشه که مساوی است با انرژی مکانیکی ارز شده به روتور در واحد زمان تقسیم بر بیشینه اختلاف انرژی ممکن برای سیال در واحد زمان دلتا دبلیو ایکس که کار واقعی هستش به صورت ترکیبی از اختلاف آنتالپی حالت سکون و انرژی پتانسیل در واحد جرم هستش که با چشپوشی از تغییرات انرژی پتانسیل میتونیم کار واقعی رو به صورت زیر بست بدیم و نهایتا برای توربین ها دو مدل راندمان تعریف کنیم راندمان کل به کل زمانی استفاده میشه که انرژی جنبشی سیال خارج شده از توربو ماشین مفید باشه و بتونیم از اون استفاده بکنیم مثالش موتورهای جتی هستند که از انرژی جنبشی سیال خارج شده از موتور جت برای تولید تراس استفاده میشه و راندمان به استاتیک زمانی استفاده میشه که انرژی خروجی از توربو ماشین ما که اینجا توربین هستش سودمند نبوده و نتونیم از اون استفاده کنیم مثل توربین هایی که در سفینه های فضایی استفاده میشه و یا توربو چارجه های موتور های احتراق داخلی در نقطه مقابل برای کمپرسورها و پمپ ها راندمان به صورت آیزنتروپیک تعریف میشه با این تفاوت که راندمان آیزنتروپیک برابر است با کار ایدئال به کار واقعی برای کمپرسورها کار واقعی برابر است با اختلاف آنتالپی حالت سکون به علاوه تغییرات انرژی پتانسیل در واحد جرم که با چشپوشی از اون میتونیم راندمان کل به کل رو برای کمپرسور بنویسیم همچنین برای سیال های تراکم ناپذیر میزان کار مینیمومی که مورد نیاز هست از ترکیب انرژی جنبشی اختلاف فشار و اختلاف انرژی پتانسیل به دست میاد و نهایتا میتونیم راندمان پمپ رو به صورت زیر بازنویسی بکنیم درک بهتر معادلات توسعه داده شده برای راندمان توربو ماشین ها توسط نمودار مولیر چه برای یک فرنده تراکم چه برای یک فرنده انبساط صورت میگیره که این نمودار آنتالپی رو به آنتروپی نسبت میده این نمودار درک بهتری رو از فریندهای برگشت پذیر و برگشت ناپذیر یا به عبارت دیگه فریندهای واقعی یا ایدئال ارائه میده به این صورت که به عنوان نمونه برای یک توربین که نیاز به محاسبه راندمان مثلا کل به کل داره ما میدونیم فریند واقعیمون بین دو نقطه 01 و 02 اتفاق میفته که در حرکت از نقطه صفر یک به صفر دو که یک فرایند واقعی هست آنتروپی ما به اندازه اختلاف S2 منهای S1 افزایش پیدا میکنه در حالی که برای یک فرایند ایدئال ما بین دو نقطه صفر یک و صفر دو S حرکت میکنیم که آنتروپی همواره در اون ثابت و برابر با S1 هستش به همین طریق میتونیم برای یک فرایند تراکم راندمان کل به کل رو مثلا برای کمپرسور توضیح بدیم اگر خاطرتون باشه یکی از دستبندی های توربو ماشین ها بر اساس نوع سیال کاریشون بود که توربو ماشین ها رو به دو دسته تراکم پذیر و تراکم ناپذیر تقسیم میکرد. از اونجایی که بیشتر توربو ماشین ها با سیال های تراکم پذیر کار میکنن لازمه که معادلات حاکم بر اونها نیز به شما توضیح داده بشه. میدونیم عدد ماخ برابر است با نسبت سرعت سیال به سرعت صوت. ولی اگر عدد ماخ از سه بیشتر بشه اون وقت دیگه معادلات حاکم بر سیال های تراکم ناپذیر مثل آب صدق نمیکنه. چرا که چگالی ما دیگه به صورت ثابت در نظر گرفته نمیشه. از این رو میتونیم ویژگی های ترمودینامیکی سیال رو مثل دما، فشار و چگالیش رو چه در حالت سکون یا استگنیشن و چه در حالت استاتیک به عدد ماخ و گاما ارتباط بدیم از طرف دیگه برای دو نقطه دلخواه در طول مسیر سیال به عنوان مثال در ورودی و خروجی یک توربومشین ماشین معادلات رو به صورت زیر میتونیم بازنویسی بکنیم همچنین برای محور مختصات نسبی این امکان رو داریم که معادلاتی که در سمت چپ هست رو به صورت نسبی و بر اساس عدد ماخ نسبی توسعه بدیم تحلیل ابعادی و ضرایب بدون بود میتونن به ما تو درک بهتر تورو ماشین ها کمک بکنن به این معنا که وقتی یک گروه از متغیرها که یک پدیده فیزیکی رو نمایش میدن به گروه کوچکتر از متغیرهای بدون بود تبدیل بشن ما برای تحلیل ابعادی میتونیم دو تا مزیت اصلی رو نام ببریم یک اون که امکان پیش بینی کارایی نمونه اولیه از تست انجام شده برای نمونه مقیاسی یا اسکل شده رو داریم با استفاده از قانون تشابه و دیگر این که به ما امکان تعیین مناسب ترین نوع ماشین رو بر اساس راندمان بیشینه میده ما برای تحلیل ابعادی احتیاج به استفاده از سه تا متغیر مستقل داریم که بتونیم به بدون بود رو به دست بیاریم در اینجا من هم برای سیال های تراکم پذیر و هم سیال های تراکم ناپذیر مهمترین ضرایب بدون بود رو به صورت لیستوار برای شما ارائه میکنم ضریب اول ضریب جریان یا فلو کوفیشنت هست که برابر با شدت دبی جرمی جریان به جریان نوک پروانه ضریب دوم ضریب بار طبقه که به اون فلو یا هد کوفیشنت میگیم که این زری برابر با نسبت کار آیزنتروپی به انرژی جنبشی مربوط به سرعت محیطی درجه عکس عمل یا ریاکشن رو داریم که برای توربین ها و کمپرسورها به دو صورت مختلف تعریف میشه که در کل برابر است با نسبت کاهش یا افزایش فشار یا آنتالپی استاتیکی در روتور کمپرسور یا توربین به افته فشار یا آنتالپی استاتیکی در کل طبقه ذریب آخر سرعت مخصوص یا اسپسیفیک اسپید هستش که برای توربین ها و کمپرسور ها به دو صورت مختلف و همچنین برای سیال های تراکم ناپذی مثل پمپ ها به شرح این معادلات به دست میادش ما از ضرب بدون بود برای طراحی توربو ماشین هامون استفاده میکنیم به این روش که با دونستن شرایط کاری و با استفاده از فرمول هایی که در اسلاید قبل نمایش داده شد میتونیم ضرب بدون بعدمون رو محاسبه بکنیم. پس از اون با استفاده از یک سری نمودارهای عملکرد عمومی توربو ماشین ها که به صورت تاریخی از داده های واقعی آزمایشات به دست اومدن میتونیم بهترین نوع ماشینمون و همچنین تخمینی از راندمان اون رو محاسبه بکنیم. فرض بکنید با توجه به داده های ورودیمون ما میتونیم سرعت مخصوصمون رو محاسبه بکنیم. و سپس از عدد به دست اومده خطی رو به صورت موازی با محور وای رسم میکنیم از طرف دیگه با استفاده از داده های ورودیمون امکان محاسبه قطر مخصوصمون رو داریم که با محاسبه عدد مربوط به اون میتونیم خط مربوط به اون رو موازی با محور ایکس ها رس بکنیم نقطه طلاقی این دو خط در حقیقت بهترین نوع توربو ماشینی رو به ما میده که برای کاربرد ما مناسب هستش و در حقیقت نقطه تلاقی اونها نمایانگر راندمان تقریبی که ما انتظار داریم تورو ماشین ما داشته باشه متعاقبا میتونیم این کار رو برای دو تا ضریب بدون بود دیگه مثل ضریب جریان و ضریب بار طبقه انجام بدیم و بهترین نوع ماشین رو به دست بیاریم امیدوارم که مطالب این فصل مورد توجهتون قرار گرفته باشه